یه جمله هست منسوب به بیل گیتس که میگه سخت‌ترین کارت رو بسپر به تنبل‌ترین فرد سازمانت. چرا؟ چون مطمئن باش براش یه راه بسیار خلاقانه و راحت پیدا میکنه. من اون آدمم، من اون تنبلم که دنبال یه راهی میگردم کار سخت رو از خودم آسون کنم. امروز قراره یکی از این کارهایی که انجام میدم و بهتون بگم. فرض کنید شما یه دونه ESXi دارید و میخواید یه دونه گولد ایمیج روش بسازید بتونید بقیه ویندوزاتون از همون استفاده کنید بیارید بالا. وی سنتر هم ندارید، نمیخواید هم وی سنتر نصب بکنید. شاید تو ایران بگید آقا وی سنتر نصب کن بره، ولی فرض کنید خارج بشید و نمیخواید این کارو بکنید. چطوری میتونید این کار انجام بدید؟ با من همراه بشید، امروز قراره راه تنبلیشو بهتون یاد بدم. سلام، من اردشیر کابینی هم جکان چاره کامپیوتره و در ادامه ویدیوهایی که مربوط به ESXi هست میخوام یکی از تنبلی هایی که انجام میدم و کاری میکنم که کار رو واسه خودم ساده‌تر کنم به شما هم یاد بدم. قضیه چیه؟ شما وقتی یه ESXi میسازید کلی ویندوز باید بیارید بالا. رو هر کدوم از ویندوز ها سرویس های مختلف، شاید DSCP بخواید بذارید، DC باید بذارید، فایل سرور بذارید، آنتی ویروس سرور بذارید، WSUS بذارید، کلی سرویس های دیگه، WDS بذارید. اینا همه سرویس هایی که من باید برای این شبکه بیارم بالا و من نمیخوام دوباره برای هر کدوم یه بار ویندوز نصب کنم، یه بار VMware Tools نصب کنم، یه بار ویندوز رو آپدیت کنم، مثلا نرم افزار خاصی نصب کنم اینجوری که پدرم در میاد بخوام همه این کار رو بکنم. به جای این خیلی ساده یک بار یه دونه ویندوز نصب میکنم، این VMware Tools رو روش نصب میکنم، ویندوز رو آپدیت میکنم، کاری که دلم میخواد انجام میدم روش، بعد میام اون ویندوز رو سیسپرپ میکنم، خاموشش میکنم، میذارم کنار، بعد کپی میکنم رو هارد دیسکش رو میذارم اینجا، ویندوز جدید رو باهاش میارم بالا. این کار توی هایپر وی خیلی ساده تره. چرا؟ چون ما تو محیط هایپر وی یه ویندوز داریم که با ویندوز خیلی راحت میتونی این کارو بکنی، فایل تو رینیم میکنی، همه چیز اوکی میره جلو. ولی توی محیط ESXi به این راحتی نیست. توی ESXi یه ذره ترفندی تره، چون که رینیم رو راحت در اختیارتون نمیذاره، کپی کردن نشه ذره درد سر بیشتر داره. و امروز قراره بهتون یاد بدم که چطوری میتونید این کار انجام بدید. خودم موقعی که میخواستم انجام بدم سرچ کردم، یه کدی پیدا کردم، اون استفاده کردم و چون به فارسی براش محتوا وجود نداره متاسفانه، گفتم بذار ویدیوشو بسازم، شاید به درد شما هم بخوره. میدونم که خیلی ها از ESXi استفاده میکنن، شاید بالای 90% سازمانهای ما تو ایران ESXi هم و هایپر وی نیستن، چون از قدیم پیاده شدن. جدید بخوام پیاده کنم همیشه من انتخاب اولم هایپر ویه، در حالی که تو این پروژه به خاطر همکارم که گفتش ESXi مجبورن اون رو پیاده کردیم. ولی خب بالاخره ESXi ما استفاده میکنیم، همیشه کاربرد داره واسمون و جایی که پیاده شده دیگه نمیشه تغییر داد. پس بریم با هم دیگه یاد بگیریم چطوری میتونیم این تنبلی رو اضافه کنیم و ازش استفاده بکنیم. اگه شما هم، شاید راه دیگه‌ای هم وجود داره و من واقعا بلد نیستم، اگه راه دیگری وجود داره و من نمیدونم، خواهش میکنم توی کامنت ها بهم بگید، منم یاد بگیرم. سعی میکنم اگر به درد بخورتر از این روش بود برای اونم ویدیو بسازم، این رو هم اضافه بکنیم. در مورد ESXi هم من سعی میکنم ویدیو دیگه بسازم، اگر حالا آموزش کلیش که نه، ولی اگر این ترفنده اینجوری یه وقت برخوردم و مجبور شدم، حتما براش ویدیو جداگونه میسازم. یه ویدیو هم جدیدن ساختم به که چجوری میتونید کانتر پسوردش رو ریست بکنید، اون رو هم ویدیوشو توی توضیحات واسهتون میذارم، پلیلیست ESXi واسهتون تو توضیحات میذارم که اگه خواستید بتونید ببینید و استفاده بکنید. نکته یکی هست اینه که من ویدیو رو زمانبندی میکنم، اون قسمت سیسپرپ اوله شاید واسه خیلی ها به درد بخور باشه، شما بتونید سیسپرپ کنید و هر جای دیگری استفاده کنید، بستگی به پلتفرم نداره. سیسپرپ میکنی، شاددام میکنی، میتونی از اون فایل استفاده بکنی. قسمت دومشو من توی ESXi میگم، ولی تو هایپر وی هم دیگه خیلی ساده است. اون قسمت اول از اینجا برمی‌دارید، تو هایپر وی خودتون اجراش میکنید. شاید واسه اونم بعدم یه ویدیو دیگه ساختم. همین، حالا بریم تو کامپیوتر این کار رو انجام بدیم. اگه از این سفت ویدیو خوشتون میاد، خوشحالم میکنید که ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو حتما به اون بگید، به خاطر اینکه وقتی شما کامنت میذارید و لایک میکنید، ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده میشه و کمک میکنه که جامعه آگاهتر و بزرگتری بسازیم. مرسی، بریم حالا شروع کنیم. خب من یه توضیح بدم که من چه کار کردم اینجا. ببینید، من یه ماشین ساختم، اسمشو گذاشتم گلد 10، یعنی میخوام گلد ایمیج از روش درست بکنم. و ماشینم یه دونه ناکن مشخصش 2 کور سی پی یو داره، 4 گیگ رم داره، یه هارد دیسک 200 گیگابایتی تین بهش اختصاص دادم و از روی دیویدی ایزو، از روی ایزو ویندوز گفتم که ویندوز نصب شه. ویندوز رو نصب کردم آوردم بالا، اینم ویندوزشه. بعد اومدم بهش VMware Tools رو اضافه کردم و VMware Toolsش رو نصب کردم. اومدم اینجا داخل Setting Update و کل Update هاش رو زدم انجام بده. الان میبینید که Update هاش رو گرفته
بعد اومدم ویندوزش رو اکتیف کردم و الان آماده است. الان میخوام این ماشین رو خاموش کنم و تبدیلش کنم به گولد ایمیج که بعدم هر وقت خواستم بتونم از این استفاده کنم. چیکار میکنم؟ مرحله اول اینجا ران رو باز میکنم، داخل ران تایپ میکنم سیس پرپ، اینجا فایل سیس پرپ رو اجرا میکنم. توی این صفحه که باز میشه همین گزینه اوت آف باکس اکسپریانس رو بعد انتخاب کنم و تیک جنرالایز رو هم میزنم که حتما کدهای امنیتیش پاک بشه و اینجا حتما گزینه شاددان رو انتخاب میکنم که این ماشین کامل خاموش بشه. اوکی رو میزنم، صبر میکنم تا این ماشین کامل خاموش شه. خب حالا تا این ماشین خاموش بشه بریم ببینیم که باید چی کار بکنیم. بعد از اینکه این ماشین خاموش شد من میخوام بیام این هارد دیسکش رو بردارم و یه جای کپی کنم که داشته باشم. پس باید چیکار بکنم؟ بیام اینجا داخل استور و دیتا استور وارد شم، اینجا دیتا استور براوزر رو میزنم و براوزر رو میاره. نگاه کنید من اینجا توی این گولد 10 اومدم این کارو انجام دادم. من قبلا مشابه این کارو با ویندوز 2022 سرور هم انجام دادم، اینجا گولد 2022 رو ساختم. الان میخوام گولد 10 رو هم بیارم این برقرار بدم. وقتی این کامپیوتر به درستی خاموش شد و همه چی اوکی شد من این فایل گولد 10 رو با پسوند VMDK کپی میکنم و اینجا قرارش میدم. همچنان داره کار میکنه، صبر میکنم تا تمام بشه کارش. خب میبینید که کارش تمام شد و داره ماشین رو خاموش میکنه. ماشین خاموش شد، الان دیگه میتونم کارم رو انجام بدم. واسه اینکه مطمئن شم برمیگردم اینجا توی ویرچوال ماشین، نگاه کنید گولد 10 خاموش شده. دوباره میام داخل دیتا استور، دیتا استور براوزر رو میزنم. الان نگاه کنید این فایل VMDK رو باید کپی کنم، انتخابش میکنم، میگم کپی شو توی اینجا گولد ایمیج قرار بگیر، یه کپیش رو اینور قرار بده. این پایین میزنه که داره یه کاری انجام میده. نگاه کنید صبر میکنیم تا این تموم بشه. تموم شد. اینجا میبینید که من الان یه دونه گولد 10 هم دارم. من الان دیگه میتونم این ماشین گولد 10 هم رو پاک بکنم، حالا چه از اینجا چه برم کامل ماشینم رو از این بر پاک بکنم. من مخصوصا ماشین رو از اینجا پاک میکنم که بعد یه ماشین دیگه بسازم و ببینیم که چجوری میشه. پس میام اینجا میگم آقا گولد 10 دیگه به درد من نمیخوره، من این رو پاکش میکنم. واسه اینکه ببینید واقعا این ماشین دیگه به دردتون نمیخوره، فقط برای اینکه این گولد ایمیجتون رو بسازید یک بار باید ازش استفاده کنید. حالا اگه برم داخل دیتا استور براوزر رو بزنم میبینید که گولد 10 پاک شد ولی اینجا یه فایل گولد ایمیج هنوز وجود داره. حالا فرض کنیم من میخوام یه ماشین جدید بسازم به هر اسمی، خب، و میخوام این فایل رو اونجا استفاده بکنم. من میام یه کاری میکنم، اینجا دیتا استور انتخاب میکنم، کریت دایرکتوری، یه دونه ویندوز 10 میسازم. اینم باز تستیه فعلا، من فقط میخوام بسازم که شما ببینید چجوریه. یه ویندوز 10 یه دونه فولدر میسازم، دوباره کریت دایرکتوری میزنم، میام داخل گولد ایمیج میگم آقا این رو کپی کن داخل ویندوز 10 قرار بده. الان دوباره شروع میکنه این کار انجام دادن. پس داخل فولدر وین 10 میاد این فایل رو کپی میکنه، ولی اسم فایل من گولد 10 و این اسم رو من دوست ندارم که همه جا همین باشه. من اتفاقا دوست دارم دقیقا اسم خودش باشه. اینجاست که دیگه نمیتونیم از محیط ESX های معمولی استفاده بکنیم. تو ویسنتر راههایی وجود داره ولی توالت عادی اینجا وجود نداره. پس چیکار میکنیم؟ دست به دامن SSH میشیم، یه دستور SSH میزنیم و مشکل رو حل میکنیم. حالا میخوام برم با SSH وصلشم. پس مرحله بعدی، من تا اینجا فایلمو کپی کردم، حالا برم اسم این فایل رو میخوام تغییر بدم. قبل از اینکه اینو تغییر بدم اینجا چک میکنم حتما کپیم تموم شده باشه، ولی چون زمان بره من بهتون شروع کنم یاد دادم. چیکار میکنیم؟ وارد تب هاست میشیم، دوباره اینجا منوی اکشن سرویسز و میگم آقا اینیبل سکیور شل، SSH رو برای من فعال کن. SSH خب خطرناک میتونه باشه، واسه همین پیشفرض غیر فعال سرویسش، هر وقت میخواید وصلشید فعال میکنید و بعدم دوباره اینجا میزنید از رو اکشن، خودش گفته که بیا دیسیبلش کن. من فعلا میذارم فعال باشه. حالا چجوری بهش وصل میشم؟ اگر ویندوز 10 یا 11 دارید که به راحتی با CMD میتونید این کار بکنید. CMD میزنم، SSH فاصله یوزرنیمم @IPM و اینتر میکنم. اگه بار اول باشه میگه که آقا تامپرینت رو قبول کن و تامپرینت رو که قبول کنید بعدش پسورد رو میگه بزنید. پسورد ID روتم رو میزنم و لاگین میکنم. حالا باید به این مسیری که میگم برید. من مسیر رو مرحله مرحله بهتون نشون میدم ولی مسیر رو توی جزئیات کامل قرارش دادم واسهتون، میتونید یه راست بمون بیاید. من اینجا LS میگیرم، ببینید یه محیط لینوکسیه دیگه، پس میتونید مثل لینوکس باش برخورد بکنید. میبینید که فولدرهای مختلفی داره، من میخوام وارد VMFS بشم، پس میتونم اینو کپی کنم بزنم CD
VMFS. دوباره این جلس میگیرم، میخوام وارد والیومز بشم، میزنم CD، ول میزنم و ادامه. دوباره LS میگیرم. خب اینجا نگاه کنید یه سری چیز وجود داره و یه دیتا استور 1 CD، دیتا استور 1. دوباره LS میگیرم، اینجا اون فولدرهای من وجود داره، میبینید؟ از اینجا هم دارم میبینم که آقا کار کپی تموم شد، پس وارد فولدر وین 10 میشم. دوباره CD وین 10. شما میتونستید از اول خیلی راحت بزنید CD VMFS، بعد والیومز، بعد دیتا استور 1 و تو این تا اینجا بیایید، حالا اینجا انتخاب بکنید. من مرحله مرحله اومدم که ببینید کاملا. سی دی وین 10 رو میزنم، دبلیوش بزرگه، حواستون باشه که اینجا لینوکس دیگه، باید حروف بزرگ و کوچیک رو رعایت کنید. LS میگیرم. خب نگاه کنید، من داخل این فولدری که اینجا رفتیم کپی رو انجام دادیم تو دیتا استور، یه دونه فایل VMDK میبینم، درسته؟ داخل اینجا. ولی در اصل یک فایل دیگری هم همراهش هست و اون فایل چیه؟ این فایل است gold10-flat.vmdk که اتفاقا اگه حجمشون رو ببینید برعکسه. حالا چجوری میتونستیم بریم حجم اینا رو ببینیم؟ میتونید از نرم افزارهای مختلفی واسه بسط شدن استفاده بکنید. یکی از نرم افزارها نرم افزار WinSCPه. من واسه اینکه ببینید چه فضولی هایی میشه کرد، دارم اینجا رو کامل بهتون نشون میدم. خب اینجا رو نگاه کنید، این فولدر VMFS، این وقتی وصل میشید اینجوریه. خب کل فایلایی که داره، من VMFS رو میزنم، وصل شدن هم بلدی دیگه، یه نیو سشن میزنید، اینجا IP سرورتون رو وارد میکنید و یوزر پس میزنید و وصل میشید. میام وارد والیومز میشم، بعد وارد دیتا استور 1 میشم، اینجا میبینید فولدر رو دارم. داخل وین 10 که برید میبینید که این دوتا فایل وجود داره. جالبه، اصل فایل این یکیه، این یکی فایل یه فایل 1 کیلوبایتیه در اصل. از همینجا هم شاید به خودتون میگید که اوکی از همینجا رینیم رو انجام بده، ولی نمیدونم چرا وقتی از اینجا رینیم میکنم اونور اصلا شناسایی نمیشه و کار نمیکنه و انگار مجبورید از دستور خودش استفاده بکنید، که خود از دستور خودش استفاده میکنیم. حالا دستور خودش چیه؟ من دوباره دستور رو براتون قرارش دادم. دستور این چیزیه که الان میگم. دستور اینه VMKFS Tools --e فاصله، اینجا باید اسم فایلتون رو قرار بدید. ببینید ما آمدیم دقیقا تو مسیر درست، پس اینجا فقط باید بزنم .back/ و اسم فایلم رو قرار بدم. فایل من الان گلد 10 هستش، میخوام تبدیل بشه به win10.vmdk. این همین اون دوتا علامتی هم که دیده بودید، به خاطر اینه که اگه داخل اسم فایلتون فاصله بود باید این کار رو، اون علامت رو قرار بدید. پس این رو انجام دادم و اینتر میزنم. دوباره LS میگیرم، همچون که بینید اسم عوض شد، این شد وین 10 و این یکی هم شد وین 10 فلت. الان همه چی به نظر اوکیه. من دوباره اگه بیام اینجا برگردم میبینم که وین 10 فلت شده. پس من هارد دیسکم رو اینجا دارم دیگه، ساختمش. حالا مرحله اصلی تموم شد، چیکار میکنم؟ میرم یه ماشین مجازی روی اون مسیر میسازم، کرییتو میزنم، اینجا میگم یه ماشین مجازی میخوام بسازم، اسمش رو میذارم وین 10 که دقیقا بره خودش رو همون فولدره بشونتش، خودش کاملا هوشمند میفهمه، میره رو همون فولدر، میگه که چه ماشینیه، میگم یه ویندوز 64 بیتیه، نیکست. اینجا همون دیتا استور میخوام سیف شه، که خودش میره اینجا مسیر رو پیدا میکنه. میتونستم خودم دقیق بهش بگم، نکست رو میزنم. اینجا دیگه مشخصات ماشین ها میدم، ماشین یه هارد دیسک خودش پیش فرض داره میسازه، میگم اینو نمیخوام، اینو ببند، یه دونه اد هارد دیسک بزن، میگم اگزیستینگ هارد دیسک، من هارد دیسکشو دارم، این هارد دیسکیه که اینجا قرار داره، سلکت رو میزنم، این هارد دیسک اضافه میشه. یادتونه هارد دیسک رو از نوع تین ساخته بودیم، اینجا تیک بهتون نشون میده، اصلا نگران نباشید، وقتی ساختید و اومد بالا خودش میفهمه و دوباره عوضش میکنه به تین. ماشین مجازیتون اینجا میسازید دیگه. من ترجیحم اینه که همیشه بیام اینجا بگم آقا سی پی ام حتما هات اد باشه، که بعدا اگه خواستم بتونم کم و زیاد کنم. مموریم رو همینجا حتما هات پلاگش رو اضافه و کم روشن میکنم که بتونم رو اضافه و کم کنم. اگر میخواید DVD بهش اختصاص بدید، اگه VM نتورکش فرق میکنه، اینا رو مشخص میکنید، نیکست و فینیش. یه وین 10 اینجا ساخته شد. حالا اگه این ماشین رو روشن بکنم، انگار که یه ویندوز نصب شده آماده میاد بالا واسه من. بذار روشن کنیم با هم دیگه ببینیمش. روشن میکنم، کنسولش هم میگم توی VM ورکستیشن برای من اجرا بشه، همینجوری که میبینید داره بالا میاد. خب میبینید که مراحل نصب ویندوز انگار اومده در اصل مینی ستاپ رو دوباره انجام میده. قبل صفحه کامل بود، الان داره صفحه کوچیک نشون میده. حالا بریم جلو ببینید که بعدش صفحه کامل میاد. من اینا رو سریع تر رد میشم. ببینید نمیذاره یوزر بسازم. چرا؟ چون دفعه قبل یوزر ساخته بودم، همچنان اون اسم رو داره، چون پروفایلش رو پاک نکردم. میشد پاک بکنیم، من دیگه اون کار رو نکردم.
تو دوره‌های ویندوز من در مورد این کامل توضیح دادم. خب همونجور که می‌بینید ویندوز اومد بالا، VMware Tools روش نصب شده، داره کامل میاد بالا. یه لوگو پاس بزنیم ببینیم که نگاه کنید، مشخصات کامله، ویندوز اکتیوه و همه چی اوکیه. پس شما اینجوری میتونید خیلی راحت یه گولد ایمیج واسه خودتون بسازید، رو هر کامپیوتری خواستید اجراش بکنید و دیگه بیاید بالا. منظورم الان توی این مورد فقط داخل ESXi دیگه، قبلا برای بقیه موارد که درس دادیم توی ESXi که شما اگه میخواید یه تگ سرور داشته باشید، این راهیه که من انجام میدم. اگه کسی راه بهتری بلده پیش خواهش میکنم که حتما به همون بگه که بتونیم استفاده بکنیم. نکته آخر این که وقتی کارتون تمام شد حتما برگردید به منوی هاست و از اینجا SSH رو غیر فعال بکنید. البته که اگه کامپیوترتون خاموش بشه، یعنی ESXiتون خاموش بشه، روشن بشه، اینا خودش غیر فعال میشه، ولی حتما پیشنهاد میکنم که بیاید از اینجا خودتون غیر فعالش کنید که خیالتون راحت بشه، نذارید هم فعال بمونه. همیشه پیشنهاد میشه که غیر فعالش بمونه، غیر فعال نگهش دارید. خب اینم از این، دیدید که چجوری میتونید این کار انجام بدید. من این کار رو، یعنی ساخت گولد ایمیج رو، برای ویندوزهای کلاینت هم انجام میدم. حالا غیر از این که برای اینجا این کار رو برد داره، توی WDS هم همین کار رو انجام میدم. اگه خواستید میتونید این کار رو، اون ویندوز کلاینتتون رو هم نصب کنید، سیسپرپ کنید، خاموش کنید، بعد اون رو به عنوان یه دونه گولد ایمیج بدیدش به WDS و از روی اون کار بکنید. ولی باید حتما فایل .vim‌شو بکشید بیرون که دیگه اونا میشه توی WDS. اگر فرصتی شد، زمانی بود، وقتی بود، توی دوره سرور بهش میرسیم و صحبت میکنیم. ولی مقدار زیادی از کار همین شکلیه و همین شکلی باید برید جلو. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه، دوست داشته باشید. حتما اگه ویدیویی میخواید که بسازم واسهتون توی کامنت ها بگید، میخونم، سعی میکنم براش برنامه‌ریزی کنم و ویدیو رو بسازم. خیلی از این چیزایی که الان میبینید و چند ماه پیش بچه‌ها خواستن و تازه فرصت شده دارم میسازم. همین، دمتون گرم. مرد شرکا ببینم اینجا کانال چاره کامنتره، لایک و کامنتیاتون نره. راه حمایت مالی و معنوی توی توضیحات هست. مرسی فعلا، خدا نگهدار.